طولپان خانم منتظر شماست. وقت ندارم نهار، سرم شلوغه. بله گفت خیلی فوریه. وقتی در رو بروی من میبست باید فکر اینجاشو میکرد. میدونی بهش چی بگی نهار؟ کارو ول میکنم. یا وایسا صبر کن. خودم میگم از نادیده گرفتن خسته شدم. استعفا میدم. خاله سنم ببین بابام بازم منو دزدی. از دست تو سنم، دختر من خیلی بامزه است. هر روز صبح برای خندوندن من یه چیزی پیدا میکنه. شرایط خیلی جدی، با موکلت صحبت کن. اگه مجبور نمیشدم نمیومدم. آلینا جون تو اینجا منتظر ما باش، من و بابا یکم با هم حرف میزنیم میایم. خب آلینا این کاغذی روی زمین رو جمع کن ببینم دختر. به من چیه؟ خودت جمع کن. اصلا نترسیدم. پس نترسیدی. سلام، مزاحم که نشدم. سنم تو اینجا چی کار میکنی؟ روز تو هم بخیر خواهر جون. میخواستم در مورد یه موکلم باهات حرف بزنم. فکر میکردم دیگه وکیلش نیستی. به هم احتیاج داره. اون که مشخصه. زنگ بزن، دو ساعت دیگه جلسه بذاریم. باشه، منم هم همینو میخواستم بگم. خیلی آسون شد. کار دیگه هم هست؟ مثلا یه قهوه، یه چند دقیقه با هم میشینیم. خب باشه، بشینین ببینین من یه قرار کاری دارم. الان چی شد؟ فکر میکنه ما با هم دیگه رابطه داریم. چی فکر میکنه؟ چطور شده که همچین فکر احمقانه ای کرده؟ سرگن اینجوری گفته، اونم به جای من ترجیح داده حرف شوهر عزیزشو باور کنه. سرگن